طرفداران ورزش همیشه تیم مورد علاقه‌شون رو با تعصب دنبال می‌کنن و آرزو دارن که یه روز بازیکن محبوبشون رو ملاقات کنن. ولی این برای بیشتر آدم‌ها یک آرزو دور و درازه. آرش مرکزی از این نظر خوش شانس بوده. او که به عنوان نویسنده ورزشی برای شبکه سرشناس تلویزیونی ESPN کار می‌کنه، به آرزوش رسیده. I love writing. I always love to write. همیشه عاشق نوشتن بودم. وقتی هم جوان‌تر بودم خیلی تو زمینه ورزش فعال بودم، ولی بالاخره موقعی رسید که فهمیدم قدم بیشتر از 167 سانت بلندتر نمیشه. وقتی به این نتیجه رسیدم که دیگه تو مسابقه ورزشی شانسی ندارم، تصمیم گرفتم که در مورد ورزش چیز بنویسم. اما رسیدن به همچین جایی برای این جوان 31 ساله بی درد سر هم نبوده. 10 سال پیش خبر وحشتناکی بهش دادند. یه مطلبی درباره یه بسکتبالیست که به بیماری هاچکینز مبتلا بود نوشته بودم. حتی نمیدونستم این بیماری دقیقاً چیه. پدر و مادرش گریه میکردن. به خودم گفتم دقیقاً به همین دلیل اومدم توی این رشته تا مجبور نباشم همچین مطالبی بنویسم. چشمتون روز بعد نبینه که یه سال بعد خودم دچار همون نوع سرطان شدم. بعد از یه دوره سخت درمانی یک شغل رویایی نصیبش شد. یعنی همکاری با مجله Sports Illustrated در نیویورک. اما سرطانش دوباره عود کرد. این دفعه مجبور شد که پیوند سلول‌های بنیادی رو امتحان کنه. وقتی تو بیمارستان بودم، یه لیست نوشتم از بازی‌هایی که دوست داشتم به دیدنشون برم یا مسابقه‌هایی که دلم می‌خواست ازشون گزارش تهیه کنم. آرش دقیقاً همین کارو هم کرد. تا حالا از تمام مسابقه‌هایی که توی لیستش بود، گزارش تهیه کرده. وقتی که مشغول سفر نیست، از بازی تیم‌های محلی لس‌آنجلس گزارش تهیه می‌کنه. اما در این نقطه از کار حرفه‌ایش و بعد از پیروزی دوباره بر سرطان، کارش چیزی بیشتر از گزارش نتیجه و آمار تیم هاست. یادمه وقتی جوان‌تر بودم اگه تیم مورد علاقه‌ام میباخت میزدم زیر گریه. اما الان دیگه واقعا برام مهم نیست چه تیمی برنده میشه. بیشتر دنبال یه مطلب خوب و جالب هستم. به همون اندازه که این جوان عاشق ورزش از شغلش و دوستایی که پیدا کرده احساس رضایت میکنه، مبارزش با سرطان هم به زندگیش عمق و معنا داده. باعث شد قدر زندگی رو خیلی بیشتر بدونم. وقتی دیگران منو میبینند، اولین چیزی که بهم میگن اینه که خیلی آدم خوشحالی هستم. میپرسن تو چرا اینقدر شادی؟ منم در جواب میگم چون امروزم صبح از خواب بیدار شدم، چون زندم و دارم نفس میکشم، چون دارم الان باهاتون حرف میزنم. این که آدم شجاعت اینو داشته باشه که علاقه‌شو دنبال کنه، قدرت و عزم اینو داشته باشه که دوبار با سرطان بجنگه و شاد باشه تنها به خاطر اینکه داره نفس میکشه، شاید برای یک جوان 31 ساله عجیب باشه. اما نگاه فروتنانه آرش به زندگی و لبخند مصریش دقیقاً همون چیزهایی هستن که باعث شدن در مبارزه با سختی‌های زندگی کم نیاره. طلا هادوی، صدای آمریکا، لس‌آنجلس، کالیفرنیا.